در همین رابطه مسائل فرهنگی به سراغ کارشناس امور فرهنگی برنامه سامان اربابی میریم سامان چه خبر؟ خوشحالم آرش که مثل برنامه های صدا و سیما منو به برنامه خودمون دعوت کردم که نظرات شخصیمو به مردم تحمیل کنم آرش همین که حکومت در فرهنگسازی ملت دخالت میکنه نشانه پیشرفت یک فرهنگ نمونه در برابر فرهنگ های دنیاست بدون دخالت حکومت ممکن بود مغز هر انسانی برعکس طبیعتش درگیر فکر کردن بشه و خدا نکرده اجازه انتخاب و تصمیم گیری شخصی یا اجتماعی پیدا کنه و یک بیماری خطرناک فرهنگی از اون به وجود میاد که اسمش از TNVO یا همون تنوع که اگر حکومت دخالت نکنه به مراحل بخیمتری میرسه مثل همزیستی که در بعضی از کتاب ها بهش اشاره کردن به اسم احترام به افکار مخالف آه همین الان حالم بد شد احساس چندش بهم داد آرش آه بایست آرش حالت آه فکر کن مثلا اون روزی بیاد که بهایی دیگه نجس نباشند و باشون علک دلک یا حتی از اون بدتر نومبیا کباب ببر بازی کنیم اوف اونم تو دانشگاه ترش کردن تو تو کدوم کتاب این چیزا رو یاد گرفتی؟ کتابا نه آرش کتابا نه سخنرانی های استاد رائفی پور استاد عباسی استاد روازاده استاد شمقدری و خیلی از نوابق دیگه فرهنگی ما دیگه به چه چیزایی در مورد فرهنگ سازی یاد دادن؟ هندسه آرش هندسه فرهنگی ما از یه نقطه شروع شد بعد به یه خط رسید بعد مربع شیش زلعی بعد هشت زلعی بعد تبدیل به دوازده زلعی و بعد هندسه مدرن پشت اومد بعد یهو شد سه بودی و انفجار نور بعد تبدیل به یه نقطه خیلی داره پیچیده میشه میشه بیشتر توضیح بدی لطفا همچین چیزی در هیچ فرهنگی تا حالا سابقه نداشته آرش و این پیروزی مایه افتخار ماست امروز پالپات و طالبان هم موفق نشدن این انفجار فرهنگی رو به وجود بیارن خوشبختانه ما حکومتی داریم که نزاشته تمدنش تموم بشه و برای بار دوم هم که شده در کل تاریخش تونست فرهنگش رو برگردونه به نقطه سفری که الان 35 سال از ساختنش برای بار دوم داره میگذره آرش مثل این میمونه که مثلا بدنت یه بار پوست بندازه بعد پوستش بره دنبال یک بدن دیگه جدی میگی یا داری میگی مسلما هر دوش آرش ولی امروز میخوام مثل مسئولین حکومت یک بررسی در این دایره 360 درجه ای تاریخ ایران بزنم تا این جمعیت 75 درصد ناچیز جوون و نصف انسان که بعد از انقلاب به دنیا آمدند و هنوز نمیدونن چرا تا سن 33 سالگی خونه مادر پدرشون گیر کردن و بدون فیلتر شکن نمیتونن به هم نزدیک بشن بفهمن فرهنگشون تو دست کیه آفرین آفرین مگه تو هم استاد دانشگاه هستی آرش اگه تو هم بلد بودی که هیچ کاری بلد نباشی تا حالا یه پست معاونتی مدیریتی عضو هیئت مدیریه ای وزارتی نمایندگی چیزی رسیده بودی حداقلش لاقل مدرکی از آکسفورد چاپ کرده بودی راستی برای تولد فوق لیسانس ام‌آی‌تی میخوای؟ نه، ایران مدرک ام‌آی کو به هم داده قربونت. برگرد به همون بررسی تاریخ ایران. ارزم به حضورت آرش که به خاطر اینکه مسئولین دارن دوباره فرهنگمون رو از صفر میسازن پیشرفت های فرهنگی ایران در 35 سال گذشته رو فقط میشه با خودش مقایسه کرد که مخصوصا برمیگرده به اون اوایل انقلاب من خودم موقع تازه بچه بودم خوب یادمه در اون زمان ما بدبخت فلک زده فقط یه دونه کانال تلویزیون داشتیم ولی الان ماشاءالله ماشاءالله همزمان 19 تا صدا و سیما داریم انقدر کانالشون زیاد شده که گاهی خود ریموت قات میزنه و میپرسه این مگه همون کانال قبلی فردا نیست مثال بهتری نداری مثال بهتر ها امروز ملت برای تشویق در مراسم‌ها یا ادام خیابانی سوت و کف میزنن آرش ولی اگه یادت باشه اوایل انقلاب دست زدن ممنوع بود اگر کسی تو مدرسه سر ورزش دست میزد آقای نامی با اون دستای پاکش میومد به صورت اون بچه بدبخت خلافکار حسابی دست میزد حقوق زنان چی اونم پیشرفت کرده در این 35 سال هزار درصد آرش هزار درصد شاید هزاران درصد این نصف انسانهایی که انسان نبودن هر سال که از انقلاب گذشته 63 درصد انسان ترشون کردیم تا به اینجا رسیدن البته من خودم شخصا با این مقدار پیشرفت مخالفم چون اگر بخوایم با این سرعت انسان کنیم ممکنه تا سال 1427 تبدیل به یک انسان کامل بشن ولی نامیدت نمیخوام بکنم آرش چون مجلس زودتر از این حرفا جلوی این انسانیت وای میسه و سال 1427 رو تبدیل میکنه به سال وقت گل نه این داستان افزایش جمعیت چی؟ اینم قسمتی از این پیشرفتامونه؟ بله آرش اگر دقت نکردی مثلا ما بعد از انقلاب تا الان حتی یک دونه استادیوم بزرگتر از استادیوم آزادی درست نکردیم که بخش بیشتری از این جمعیتی که دو برابر شده رو بتونیم توش جا بدنیم. دلیلش هم اینه که زنان رو کلا آدم حساب کردیم که اصلا نرن استادیوم و کلا جمعیت امروز 75 میلیونی ایران با این حساب کتابا میشه 56 میلیون ولی همون استادیوم و اکثر زیر مال 40 سال پیشن و خیلی نگرانن که مثلا با زلزله بریزه پایین آآ 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 اینقدر وابسته به چیزهای مادی نباشارش خوب نیست خب بریزن دوباره میسازیم مثل بم مثل خرمشهر مثل فرهنگمون ما میتوانیم